جنبش زنان ایران و تأثیری که فعالان این حوزه به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی بر جامعه ایران گذاشتن موضوع بحث جلسه‌ای بود که روز گذشته در شهر واشنگتن و در اندیشکده کارنگی برای صلح بین‌المللی تشکیل شده بود. مهمانان این نشست که از فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگار و نویسنده بودند، ضمن تاکید بر تلاش‌های بی‌وقفه زنان ایرانی برای احقاق حقوقشان، راه‌های رسیدن به موفقیت‌های بیشتر در این زمینه را بررسی کردند. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. بنیاد کارنگی در شهر واشنگتن میزبان نشستی دیگر در ارتباط با ایران. جامعه مدنی ایران، گذشته، حال، آینده، با تمرکز بر موضوع جنبش زنان. گروهی از نویسندگان و فعالان جنبش زنان اینجا از بیم‌ها و امیدهای جنبش زنان در ایران می‌گویند. گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران، به خصوص در میان زنان، از موضوعاتی بود که در این نشست مورد توجه ویژه قرار گرفت. سخنرانان این شبکه‌ها را ابزاری مهم برای بیان مطالبات جامعه زنان ایران دانستند. شبکه‌های اجتماعی تأثیر مهمی بر جنبش زنان در ایران دارد. ارتباطات گسترده زنان به ویژه دختران جوان از این طریق صورت می‌گیرد. برای زنان ایرانی که می‌خواهند از انزوا خارج شوند و نقش بیشتری در جامعه ایفا کنند، این مسئله بسیار مهم است. و البته از تلاش‌های حکومت ایران برای بستن این فضا و نشان دادن چهره مورد پسند حاکمان از زنان در رسانه‌های حکومتی گفتند. در تلویزیون دولتی ایران نمی‌توانید چهره اصلی زنان در ایران را ببینید، اما شبکه‌های اجتماعی به حل این موضوع کمک می‌کنند. زنان در ایران می‌خواهند هویت خود را نمایش دهند و چهره پنهان ایران را به جهانیان نشان دهند. جنبش زنان در ایران جدا از مطالبات مشخص خود، این سالها بخشی از جنبش فراگیرتر دموکراسی خواهی در ایران بوده است. حضور گسترده زنان در جنبش‌های اعتراضی، مثل آنچه در جریان حوادث پس از انتخابات سال 88 دیده شد، چهره دیگری از زنان ایرانی به تصویر کشید. زنانی که با وجود محدودیت‌های رسمی و غیر رسمی، روز به روز نقش بیشتری در جامعه پیدا می‌کنند. گسترش شهرنشینی و طبقه متوسط در ایران بر همه جامعه از جمله جنبش زنان تأثیر گذاشته است. این موضوع خواستهای مردم را مقابل حکومت که در پی میراث خمینی است قرار داده است. از مجموع 289 نفری که انتخاب آنها در مجلس دهم تا کنون قطعی شده، 17 نفر زن هستند. نفر آخر خانم مینو خالقی است که بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر صدور اعتبارنامه او همچنان اختلاف است. این بالاترین شمار حضور زنان در دوره‌های مختلف مجالس ایران است. وقتی که آقای احمدی نژاد در قدرت بود و نماینده‌های زنی که در مجلس بودن فقط جنسیتشون زنانه بود و خیلی خودشون قوانین ضد زن رو در واقع حمایت می‌کردن و خودشون علیه زنان بودن، اما الان اگر معتقد هستن که تعدادی زنان اصلاح طلب وارد مجلس شدن، پس اجازه بدن که جامعه زن ایران هم بدون سانسور و بدون لکنت زبان مطالبات خودش رو مطرح بکنه. شرکت کنندگان در این نشست ابراز امیدواری کردند که بالا رفتن شمار زنان در مجلس بتواند به تحقق بخشیدن مطالبات زنان کمک کند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.